خانه دختر و حکایت تلخ و وحشتناکی که روانه جشنواره 33 شد، اما این فیلم رسما توقیف شد و به اکران نرسید و در بایگانی سازمان سینمایی قرار گرفت. دختر دانشجویی که در شرف ازدواجه و نمیتونه شرط مادر شوهرش رو برای آزمایش قبول کنه و شک و شبهه هایی رو به وجود میاره که با مرد دیگه ارتباط داشته. افراد با تصور اینکه کار درستی انجام میدن و نیت خیری دارن باعث رخ دادن فاجعه‌ای میشن و روح و جان دختری رو از او میگیرن و در نهایت معلوم میشه اون فرد متعرض پدر دختر بوده. این فیلم معضلات جامعه امروز و تعرض پدر به دختر که یک خط قرمزی در سینمای ایران به حساب میاد رو بازگو میکنه و نشون میده که چطور روح دختری به خاطر تعصبات کشته میشه و مورد تهمت قرار میگیره. این فیلم بحث برانگیز که نتونسته اکران عمومی رو بگیره، پا رو فراتر از سوژه های تکراری گذاشته و با موضوع منزه بودن دخترها قبل از ازدواج مخاطب رو به چالش میکشونه. موضوعی که این بار دغدغه خود جوانان و خانواده هاست و خود اونها این سناریو رو نوشته و اجرا میکنن. قانونی از سوی قانونگذار وضع نشده و این موضوع جای تأمل داره. خانه دختر به کارگردانی شهرام شاه‌حسینی و تهیه کنندگی پرویز شهبازی یکی از بهترین فیلم‌های جشنواره به لحاظ بازیگری بوده و بازی‌های درخشانی از هنرمندانی چون حامد بهداد، باران کوثری، پگاه آهنگرانی، رعنا آزادیور، بابک کریمی و همچنین بهناز جعفری، محمد رضا هدایتی و رویا تیموریان شاهد هستیم. این شما و این لحظه‌هایی از خانه دختر.